سواری را تشویق کنیم. که وقتی تصاویر جناب حسین بخش سفری را میبینم، وقتی که رقابت‌هایشان را دیدم، وقتی افتخار آفرینی‌هایشان را دیدم، ولی فعلا فقط میتونم همین کار را برشان انجام بدم. در قبال کارهایی که برای ما انجام دادن شرمنده هستم. من به شخصه واقعا شرمنده هستم، ولی امیدوار هستم که با همین وسع کم بتونم همیشه در خدمت ایشان باشم و تا باشد جبرانی از گوشی از زحمات ایشان باشه. باز هم تشویق کنید لطفا. در این بخش از برنامه هم میخوایم که از نگین مجلس، از مهمان ویژه جناب حسین بخش سفری، قهرمان ملی خواهشمان، تشکر دوستای عزیز، تشکر دوستای عزیز. پای صحبت‌های جناب حسین بخش سفری میشینیم. من واقعا از یکی از نزدیک شما را زیارت میکنم، میبینم، واقعا به خودم افتخار میکنم. خیلی لطف کردین که امروز تشریف آوردین. پای صحبت‌هایتون میشینیم، بفرمایید. لطفا تشویق کنین. تو شاهینی قفس بشکن، تو شاهینی قفس بشکن، با پرواز آه و مستی کن. تو شاهینی قفس بشکن، با پرواز آه و مستی کن، که بر آزادگان داغ اسارت سخت ننگین است. سلام و احترام و عرض ادب خدمت همه شما مهمانان عزیز، مهمانان گرانقدر، دوستان نهایت عزیز، پدران، مادران، خواهران و برادران، ورزشکاران، پیشکسوتان ورزش، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جا داره که تشکری بکنم از همه شما هموطنان عزیز که از راه دور و نزدیک برای محفلی زیبا اشتراک کردین، محفل رنگین ساختین و سفر را قوت قلب بخشیدین. من از تک تک تان اظهار سپاس و قدردانی میکنم. و لازم میدانیم که از هیئت رهبری برگزاری ای محفل و مجلس اظهار سپاس و قدردانی بکنم که با این محفل و مجلس زیبا همه ما و شما و این زمینه را فراهم ساختن که گرد هم بیاییم، لحظه ای را با هم دیدار داشته باشیم. جا داره که من از تک تک ایشان قدردانی و سپاسگزاری بکنم. این محافل ها و این مجالس ها خیلی هم تاثیر عمیق بر روحیه اذهان عموم همه ما و شما داره، بخصوص جوان ها و عزیزایی که تازه میخواین رشد بکنن. اینا خیلی هم اثرگذار هستند. بازم جا داره که من تشکر ویژه بکنم از هیئت رهبری برگزاری محفل مجلس که محفل مجلس را برگزار کردن تا دیدار را با هم هموطنان عزیز خود داشته باشم. بدون شک همه ما و شما میدانیم شرایط ناگوار و شرایط غیر مترقبه ای که در کشور پیش آمدن، سفری و میلیون ها سفری آواره شدن در کشورهایی که همسایه حتی همین حالا
که خیلی هم مدت‌ها گذشته است متاسفانه و یک آینده نامعلوم متاسفانه سردوچار هستند. میدونیم همه ما و شما که خیلی هم خونهای ناحق ریخته شدن متاسفانه. خیلی هم دوستا و عزیزا فعلا را یک سرنوشت بی سرنوشتی مطلق به سر میبرن متاسفانه. تعداد هم حتی جانهای شیرین خود از دست دادن و تعداد هم حتی جگرگوشه هایشان هم متاسفانه با فروش گذاشتونن تا بتوانن که چند روز را زنده بمانن و نفس بکشن. حتی اعضای بدن خود با فروش گذاشتانده بودن، چنانچه همه ما شما شاهد هستیم و میبینیم. به هر صورت روز خواهد رسید که دستان آلوده جابگوی تک تکی ای سیاست کثیف و پلیدشان خواهد بود. به هر صورت حالا نمیخوایم روی از این موضوع زیادتر بپیچیم، روز خواهد رسید که حتما حسابهای خواهد داشت. به هر صورت این جمله معروفی را به یادم میاد که میگوید فرصتی که در بحران هاست حتی در خود فرصت ها نیست. فرصتی که در بحران هاست حتی در خود فرصت ها نیست. بحران دیده که فعلا ایجاد شده ما این بحران ها نه تنها که ما از تو جوان را به عقب برانه، بلکه این بحران باعث شود که ما و تو بیشتر و بهتر و قویتر و مستحکمتر از گذشته به آینده حرکت بکنیم. ما و تو جوانی که امروز رسالت ایمانی و انسانی خود در برابر این مردم و عزیزای خود باید ادا بکنیم. رسالت من و تو جوان چیست امروز در برابر این همه ظلمت، این همه بیداد، این همه ناملایمت هایی که متاسفانه در اجتماع و جامعه جریان دارد؟ بدون شک جوانای عزیز بیاین، بدون شک که آینده به من و توی جوان متعلق دارد. آینده ای که ما و تو باید مشق بزنیم با قلم خود، تک تک برنامه ریزی های آینده را باید داشته باشیم. بدون شک که امروز باید ما تصمیم بگیریم تا آینده را به دست خود داشته باشیم. برنامه های کوتا مدت، میان مدت و طولانی مدت، همه ما و شما امروزی که سفر اینجا است، فردا شش ماه بعد چه خواهد کرد؟ کدام برنامه ها را خواهد داشت؟ امثال سفری محمود و احمد امروز کدام برنامه را داره، فردا کدام برنامه را خواهد داشت و پس فردا کدام برنامه را خواهد داشت؟ بیاین دست به دست هم داده برنامه های اساسی و بنیادی را روی دست بگیریم تا بتانیم 5 سال آینده، 10 سال آینده کتله بزرگ را رهبری بکنیم. کتله که همه ما و شما متعلق به اون جامعه و به اون اجتماع درد دیده و داغ دیده داریم. ما و شما باید رهبری بکنیم. این وظیفه انسانی و ایمانی همه ما و شما است. نباید به اساس و به پایه باید بود. پس بیاییم رسالت مندانه زندگی بکنیم. پس بیاییم رسالت مندانه زندگی بکنیم و رسالت مندانه بیاندیشیم. مگر اگر درد را احساس کردی زندگی، اگر درد دیگران را احساس کردی انسانی، پس بیا انسان باشیم. درد هم نوع خود احساس بکنیم. امروز منی هموطنی که نیاز به همکاری دارم، توی هموطن مرا همکاری باید بکنی. امروزی که توی هموطن نیاز به همکاری داری، من هموطن بیایم دست تو را بگیرم و همکاری باید بکنم. هرگاه این احساس در وجود تک تک ما، پیر و جوان ما زنده شد، آنگاه ما با یک جامعه انسانی و مرفع میرسیم. جامعه که اخوت و برادری در آن خواهد بود، جامعه که پایداری و استقامت در آن خواهد بود. چون وقتی میبینیم که یکی ما نیاز داره و کمک همکاری، همه ما میشتابیم و هیچگاه هیچ بحران نمیتونه که ما را ریشه ما را سست بکنه و هیچ بحران نمیتونه ما را از بین ببره. چون آن زمان من احمد پشت توی محمود هستم، توی محمود پشت من احمد هستی. همیشه و همواره همگام و همبازو و همجهت حرکت میکنه. هیچگاه هیچ کسی نمیتونه ما را از بین ببره. اینجاست که یک نقطه یاد میاد که و همه ما شما میدونیم، صادقانه عرض بکنم هموطنای عزیز، این خوب هم میدانیم که ما و شما همیشه و همواره به فکر هستیم که
چگونه و چه طور زندگی مرفع به خود داشته باشیم، چگونه بتانیم یک اکاونت بانکی خوب برای خود داشته باشیم، چگونه یک موتور خوب به خود داشته باشیم، چگونه یک زندگی آرام را به خود داشته باشیم. اما گاهی هم باید فکر کرد که هموطن ما به ما چی نیاز داره. ما بر هموطنهای خود، بر هم نوان خود که امروز نیاز دارد بر ما چه خواهی کرد؟ آیا در هفته چند ساعت یا چند دقیقه بر هموطنهای عزیز خود هم فکر کرده ایم؟ آیا در ماه چند ساعت یا چند دقیقه بر هم نوان و عزیزانی که امروز نیاز داره بر ما فکر کرده ایم؟ آیا در سال چی گونه؟ پس هموطنهای عزیز، در بالی این همه ای که به خود فکر بکنم، لطفاً مسئولیت ایمانی و انسانی تک تک ما و شما جوان ها و عزیزا هستند که برای هموطن های عزیز خود هم فکر داشته باشیم. حکایت کوچکی همین حالا بیادیم بیایم، مگر روزی از روزها جنگلی به آتش کشیده شد، جنگلی به آتش کشیده شد، همه حیوانات ها و پرنده ها از جنگل بیرون شدند. جنگل باوتش که همه حیوانات ها و پرنده ها از بیرون شد، جز یک حیوان کوچکی که اونجا متاسفانه گیر کرده بود. همه حیوانات ها بیرون شدن، می دیدن آتش سوزی که بسیار با عظمت و بزرگی در حال سوختن جنگل هستن. حیوانات های دیگر با هم می گفتن ای کاش اصلا آتش سوزی وجود نمی داشت. حیوان دیگر گفت که ای کاش قدرت مهار کردن این آتش را می داشتم. حیوان دیگر گفت اصلا ای کاش همین دقیقه باران ببارد که آتش سوزی آرام شود. اما در لحظه متوجه شدن که یک پرنده خرد رفت و آمد دارد داخل جنگل، میره پس بیرون میشه. وقتی که اینا دیدن گفتن که چی میکنی تو؟ داخل میره پس میای، نمیبینی متوجه نیستی که بارها پرهایت هم سوخته است؟ گفت میبینم، متوجه هستم، مگر نمیبینی که حیوان کوچک گیر کرده از آتش سوزی میخواد که بمیره؟ گفت میدانم. گفت تو با این منقارت که میری یا با اون دهن کوچکی که داری میری آب میاری تا این آتش سوزی رو مهار بکنی؟ گفت بله، بدون شک فردا روز اگر خداوند از ما سوال بکند که در اون لحظه ای که هم نوع در حال آتش سوزی بودن، در حال در گرفتن بودن، تو چی میکردی؟ گفت من وظیفه ایمانی و انسانی خود ادا میکنم. حالا هم هموطنای عزیز، در این شرایط ناگوار و غیر مترقبی که پیش آمده، وظیفه من توی جوان چه خواهد بود در برابر هم نوعان ما؟ وظیفه ما و تو عزیز ما در ارتباط کسایی که امروز نیاز به همکاری دارن، نیاز به تشویق دارن، نیاز به یک لبخند دارن، باید ما و شما دریغ نباید بکنیم. همیشه و همواره رسالت ایمانی انسانی خود باید ادا بکنیم. علاوه ازو که میخوایم یاد بکنم، جوانای عزیز، خواهش را که دارم اگر میخواییم قوی تر، مستحکم تر و منسجم تر و عالی تر در آینده حرکت بکنید، مطالعه به گذشته و سری به تاریخ خود بزنیم که ما به کجا تعلق میگیریم. از درهای گذشته خود باید بیاموزیم، از نسل‌ها نسل‌هایی که در درد و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کردند و کسهایی که حق و حقوقشان در اجتماع و جامعه متأسفانه داده نمی‌شدند، حق و حقوق مسلمشان متأسفانه از جامعه گرفته شدند و زیر تیغ استبداد و ظلم و ستم اینها دست و پنجه نرم می‌کردند، تا ما از اونها بیاموزیم و اینها را سرمشق زندگی خود قرار بدیم. تا او دردها بالاخره به قوه، به قوت تبدیل شد و یک انگیزه محرک را در آینده ما و شما داشته باشیم. انگیزه محرک اصلی ما و شما، هرگاه اگر ناامید میشیم باید به گذشته سر بزنیم که حداقل ما از کجا سرچشمه گرفتیم و وظیفه ایمانی و انسانی ما در برابر خود ما، فامیل ما، اجتماع و جامعه و مردم و هم نوان ما چی خواهد بود. همیشه و همواره قوی تر و مستحکم تر باید حرکت بکنیم. و علاوه از که نقطه را باید بانای عزیز میخوام یاد بکنم، در زندگی خود باید اهداف داشته باشیم.
طبق اهداف باید پلان و برنامه رسی داشته باشیم. طبق پلان و برنامه رسی باید زحمت بکشیم. امروز بیاین جوانا دست به دست هم داده سر از همین دقیقه باید شروع بکنیم. یک نیروی درونی باید در خود خلق بکنم تا اینکه ضمیر ناخودآگاه خود بیدار نسازیم. هیچ چیز کاری هم شدنی نیستم. ضمیر ناخودآگاهی که در درون ما باید خلق شود. هیچگاه نمیتونیم که از بیرون ما همه چیز کنترل بکنیم و یک چیز خلق بکنیم تا اینکه یک نیروی هستگی در داخل و در درون خود خلق نکردیم. هیچگاه بیرون نمیتونیم که ما کنترل بکنیم. همیشه و همواره باید یک نیروی عظیمی در داخل و درون شما حرکت بکنه تا اون بتونه برنامه‌ریزی بکنه و خلق بکنه و خلاق باشه. و علاوه از اون میخوایم که چراغ هدایت هموطنان عزیز خود باشه، افغانستان اتحاد آزاد و آباد داشته باشه. میخوایم که در اخیر بازم از همه شما عزیزان و سروران گرامی اظهار سپاس و قدردانی بکنم. امروز با این تشویق و با این حمایت های معنوی شما من یک بار دیگر روحیه گرفتم و بدون شک قوی تر و مستحکم تر حرکت خواهم کرد. و علاوه از اون میخواییم که در آینده های نچندان دور سفری، امثال سفری و بزرگتر از سفری در اجتماع و جامعه داشته باشیم. با امید افغانستان اتحاد آزاد و سربلند. تشکر. خانم افشاری عزیز، فکر کنم که قبل از اینکه صحبت داشته باشم دستگلی را برای جناب حسین بخش سفری تدارک دیدن که اگر جناب حسین بخش سفری شاید باشن و من مایک بله من مایک در خدمت خودشان. سفری گرامی، در قلب فرهنگی اروپا شهر آنبورگ خوش آمدی. مبارزه دیگه از یک مسیر دیگه از آنها شروع میشن و من میفهمم ملتی که در سنگلاخهای او وطن جنگید و اعلام حضور کرد اینجا افتخار میآفریند. اگر اجازه شما باشد من دستگل بر شما به شکل تقدیم میکنم بر آغاز یک مبارزه فوق العاده سنگینتر از افغانستان در کشوری که شما خود به نام افغانستانی که از ملت هزاران یایی ثابت کنی. من خوشحال هستم که کانون هزارا امروز آدرس هزارا ها هست. کانون هزارا ها وقت اعلام حضور کرد ما تعدید به ترور شدیم، ولی امروز از هر کی که بخوایی از ملت هزارا صحبت میکنن بکنن میگن در کانون برو. و در کانون امروز جایگاه یک ورزشکار است که بود مدنی مبارزه را مستحکم میکنه و هزاره هایی که بود سیاسی مبارزه را دارن اونا سر جایشان بسیار مستحکم نشستن. تشکر یک جهان. تشکر. چه قضی لحظات از این تصاویر لذت میبریم. تشکر میکنم از سرکار خانم افشاری و همچنان جناب حسین بخش سفری. دوستان عزیز، نمیفهم شما نکته هایی که در صحبت های جناب حسین بخش سفری بود را یادداشت کردین یا خیر، ولی من به شخصه این کار کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که دید مثبت استفاده از چالش ها به عنوان فرصت ها از نکاتی است که حسین بخش سفری در زندگی من حیث خط معش خودش قرار داده و تانسته که موفق باشه. و همچنان نکته بسیار مهم را که خودم شخصا با او بسیار اعتقاد دارم را هم در صحبت‌های ایشان شنیدم،
که مطالعه تاریخ درد گذشتگان و عبرت گرفتن و تلاش در جهت تغییر این مشکلات است. من تشکر میکنم به خاطر واژه ها و جملات ارزشمند جناب آقای سفری که کامل درس و شیرین بودن. لطفا یک تشویق کنید. جا داره که در این قسمت برنامه هم از یک ورزشکار بسیار خوب هم که متاسفانه قبلا نامش را با من از دوستا شریک نکردن و دلایلی یاد کنم، علیرضا احمدی از ورزشکاران بسیار خوب ما هستن. تشویق کنید لطفا. ایشان 6 سال قهرمان ملی بوکس افغانستان بودن، 2 بار در مسابقات قهرمانی جهانی مدال آوردن و همچنان در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردن و فعلا در هامبورگ در کنار ما هستن. لطفا تشویق کنید. جناب علیرضا احمدی لطفا اگر امکان دارن. بله بسیار خوش آمدین جناب احمدی صاحب، بسیار خوش آمدین. تشکر. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه دوست دارم که از جناب سایروس احمدی، یکی از اعضای هیئت مدیره کانون فرهنگی هزارههای هامبورگ دعوت کنم. ایشان وقتی در موردی که میخواین صحبت کنن با ما صحبت کردن، مشوق شدم بیشتر در مورد کارنامه و فعالیت‌هایشان در آلمان بدانم. وقتی که صحبت کردن من گفتم واو، یا همون تعجب کردم، بسیار سورپرایز شدم، خوشحال شدم. ایشان در طی چند سالی که اینجا زندگی میکنن افتخارات زیادی کسب کردن در بخش اقتصادی و بخش شغلیشون که من دوست دارم یک عده‌ای از اونا رو با شما عزیزا قبل از اینکه پای صحبت‌هایشون بشینیم شریک بسازم. ایشان زمانی که در کالج بودن در همون ابتدای